فتح رحمانی فعال کارگری از لندن ما را همراهی میکنن. آقای رحمانی، همونطور که پیشتر هم دیدیم، بازنشستگان حالا در حالی که کمتر از 2 هفته مانده به نوروز، بار دیگه در چند شهر کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردن. چطور تحلیل میکنید این ادامه اعتراضات رو و در واقع مطالبه به خواسته های اصناف مختلف رو در کف خیابان؟ بله، بیشتر اعتراضات در بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری دیدیم. در حال حاضر بازنشستگان کشوری با معلمان همراه شدن، این تجمع اونا همراه با معلمان هست. تامین اجتماعی خب بیشترین تجمع رو در یک شنبه های اعتراض گذاشته، ولی خب تامین لشکری، تامین بازنشستگی لشکری، اینا اعتراض چندانی نداشتن. یکی از خواستهایی که همیشه در رابطه با بازنشستگان مطرح شده، همسانسازی در حقیقت دستمزد ایناست و همچنین به شدت زیر خط فقر بودن مستمر ایناست. ببینید، اون چیزی که بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح کردن توی این روزها توی تجمعشون، اگر اشتباه نکنم، ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی توسط جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده. به درستی ماده 111 میگه که مستمری از کار افتادگان یا بازنشستگی نباید کمتر از حداقل دستمزد اونایی که کار میکنن باشه، ولی این هیچ وقت رعایت نشده. بنابراین دستمزد تامین اجتماعی به این بستگی داره که چقدر دستمزد پایه‌ای کارگران هر سال بالا بره، و همچنین در رابطه با بازنشستگان کشوری به این بستگی داره که چقدر دولت بودجه برای آموزش پرورش میذاره، و در نتیجه اون وقت چقدر حقوق بازنشستگان کشوری بالا میره. این اعتراضاتی که بخش خدماتی کردن، اینا بدترین شرایط دارن، یعنی نه جزو تامین اجتماعی حساب میشن که برخیشون هستن، و نه جزو تامین اجتماعی کشوری میشن، بازنشستگان کشوری. آقای رحمانی، با توجه به اینکه خب شاهد حذف ارز 4200 تومانی هستیم، تورم و گرانی فزاینده رو در کشور داریم، وضعیت اقتصادی دولت هم که مشخص هست، حالا ما اعتراضات دیگری رو هم می‌بینیم، از جمله سرایداران مدارس امروز اعتراض کردن و تجمعات اعتراضی برگزار کردن. آیا فکر می‌کنید که هر روز باید شاهد گسترش انواع مختلف اعتراضات در کشور باشیم؟ بله، من با توجه به شرایط اقتصادی که برای سال 1401 و بودجه‌ای که دولت در حقیقت تصویب کرده برای 1401، وضع کارگران بدتر خواهد شد، برای اینکه اولویت‌هایی که در بودجه می‌بینیم اولویت‌هایی است برای بیشتر نیروهای نظامی، حوزه علمیه و نیروهای امنیتی هست، و در رابطه با بخش‌های دیگه این چیزا نمی‌بینیم. از طرف دیگه دولت هنوز به تامین اجتماعی بده کار صندوق ذخیره بازنشستگان کشوری رو ازش برداشت کرده و پرداخت نکرده. خب کارگران هم از طرف دیگه میبینیم، با اینکه الان در اسفند ماه ما هستیم و عملا باید دستمزد پایه سال، یعنی حداقل دستمزد سال دیگه تعیین بشه، میبینیم که بحث‌های مختلفی و مثل هر سال میگن 9 میلیون 10 میلیون 11 میلیون که فعالین مستقل گفتن تا 16 میلیون حداقل پایه دستمزد باید باشه. این آخرش دست خود نیروهای دولتیه که تصمیم. خیلی ممنونم از شما آقای رحمانی، ستار رحمانی فعال کارگری که از لندن با ما همراهی می‌کردید.